جناب آقای شهروند، امروز روز دوم دفاعیات حمید نوری بود و می‌دونیم که خیلی با بی احترامی شروع کرد نسبت به جان باخته و خانواده صحبت کرد. قاضی چند بار بهش تذکر داد، مشخصا اسم شما رو آورد و ساک برادر گرامیتون که فوت کرده بود و ماجرای ساک رو شما تعریف کرده بود، سعی کرد با تحقیر در این مورد صحبت کنه و اشاره کرد که هر کسی اگر یک ساکی رو آورده و ادعا میکنه که برادر یا خواهر من کشته شده، نباید این رو ازش پذیرفت و بحث استعلام رو پیش کشید. میخوام هم در مورد نحوه سخن گفتن اون درباره قربانی ها ازتون بپرسم و هم بی احترامی هایی که در حضور شما به جان باخته ها و خانواده ها میکرد. بله، زدودن هویت بچه ها انکار ناپذیر، یعنی امکان پذیر نیست، یعنی این در درجه اول. ولی من نمیدونم، دوست ندارم از کلمات ناسواب استفاده کنم، ولی این وقاحت موروثی که از اون اول اون بنیانگذاری تا حالا به ارث رسیده و همشون دارن میگن، یه موزلی که وجود داره. کسی نمیتونه اینو، واقعا کلمه وقاحت در این مورد شرمسار شده. ولی اینی که یه سایکی میاد، خب این سایک داستان داره، همونطور که گفت مواد منفجره نبوده بلکه از مواد منفجره حتی مهمتر هست، چون هر مدرکی که اینا بگیرن میدونید که چطور باش برخورد. به هر حال طول کشید، اوردن این سایک طول کشید. ولی مسئله‌ای که در واقع میتونم در رابطه با توهین هایی که اینا میکنن، به هر حال اینم نشسته اینجا و همه چی رو منکر میشه، یعنی کشتار 67 به طور کلی داره منکر میشه، شاهدینی که اینجا هستن دارن منکر میشن، داستان منتظری رو که در کتاب خودش مطرح کرده و رو در رو با اینا صحبت کرده دارن منکر میشن، یعنی ساک ها رو دارن منکشنه. ساک مال برادر من بوده، پیرن ورزشی منی که مادرم به داداشم داده که تو زندان ازش استفاده کنه توی ساک بوده، انگشتری که داداشم برای من درست کرده بود و من نهایتا در ایران جا گذاشتم به اون رسید، در اون ساک وجود داشته. لباس شلوار کردی که کسی به داداش من داده بود در اون ساک بوده، دعای تحویل سال در اون ساک بوده. خب این چیزایی بودن که به برادر من تعلق داشتن و به دست ما رسیده و اسمش هم رو اون ساک نوشته و این ساک رو دادستانی انقلاب تهران به ما تحویل داده و گفته اینو بگیرید، هیچ هم حرف نزنید، جای صحبت نکنید، با تهدید و خلاصه اینی که مراسمی نگیرید یا از این صحبت ها. ولی ایشون اینجا داره اینو انکار میکنه. تمام این حاشیه ها رو میره آقای نوری که این رو بگه که اون جنایتی رو که اتفاق افتاده رو نگه و مهمتر از این تمام 67 رو از اولش تا آخرش منکر میشه، میگه چنین چیزی نبوده، دنبال استعلام میگردم. ما اینجا که نشون دادیم، خلاصه مرگ رو نشون دادیم که میگن مرگ بر اثر فوت نوشته، مرد امضا و تاریخ داستانی روش هست که اونجا نوشته که استعلام از قبرستان نمیدونم دایرکتوری مال قبرستان و اونم بازم مشخص نکرده. خب اینا رو ما داره همشون رو ارائه دادیم، هزاران مدرک اینجا ارائه شده، همه رو اونا دارن منکر میشه. خب ما میدونیم که مستنداتی که درباره کشتار سال 67 وجود داره، خارج کردن اونها در ایران کار ساده نیست و حساسیت روی این موضوع وجود داره، ولی من میخوام از تجربه خود شخصی شما و این ساک برادر گرامیتون که با این مشکل آوردید بگید برای کسانی که این فیلم رو میبینن. طبیعتاً این پروسه‌ای که حمید نوری سعی میکرد اون رو یک پروسه تحقیرآمیز و ناچیز نشون بده آسون نبوده. دوست دارم درباره اون مدتی که و اون چگونگی این رسیدن ساک به دستتون برام بگید، چرا با این سختی این ساک به دست شما رسید؟ بله، من اینو بگم، این ساک از اونجایی که شناخته شده است از سالهای پیش، بالای 10 سال پیش توی انگلیس و توی کشورهای دیگه هر جا سخنرانی بوده، بخصوص من دیدم دیگه این عکس گذاشتن روی تابلو چیز پرده پروژکتور نشون دادن، این سایه یه حالت لوگوی رو پیدا کرد و همین منظور قبل از اینی که همین اخیری، یعنی به
چهار روز بعد از دادگاه من، دادگاه دوم برادر من بود که الان دارن اینا رو محاکمه میکنن، الان با ضمانت آزاد شده، از خونمون اون ساکو بیرون کردیم که اومدن متعلقات تلفن و فلان اینا رو همه رو که بردن، اون ساک رو من گفتم ببرین جای دیگری بذاریم، یعنی پیش از این برنامه. این ساک رو یک نفر رو ما پیدا کردیم که این ساک رو میتونست ببره شمال، با حواسه ما میتونست داشت میرفت شمال، گفتیم اینو ببر از طریق دوست دیگر بردت شمال، از شمال اومده تهران منزل کسی که اصلا من نمیشناسم، ولی باز به وسیله دوست دیگری از اونجا به وسیله آژانس به همراه خود همون خانواده تحویل داده شده به یک کسی تو تهران که اون کس از تهران داشت می اومد آلمان. این سال اومد آلمان، از آلمان دوست من آقای اصلانی اونو پست کرد واسه من به لندن که من داشتم کاغذ پست همه ایناشم موجوده و این 16 روز طول کشید. حالا این انگشت گذاشته روی 16 روز کوه و کمر و خلاصه جبسازی های اینطوری و از اونجا من به دلیل این جنسا یه حالت لوگوی پیدا کرده بود، شناخته شده بود واسه نیروهای به هر حال به خانواده های دادخواه و همه این ساکو دیگه میشناخته. من اینو آوردم تو دادگاه و نشون دادم. تحقیری که این میکنه در واقع متوجه خودشون هست، اینا تلاش مظلومانه ای که دارن میکنن و من اصلا مسئله این در رابطه با نفی تمامی کشتار 67 اصلا قابل تر نیست، یعنی این روز روشن داره یک برهه تاریخی، برهه از تمام این جنایات، یعنی نقطه عطف تمام جنایات 43 ساله رو به کلی داره منکر میشه. خیلی سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. ممنون.